ستاره بانویی که در هرات لب و بینیش از توی شوهرش بریده شد هنوز هم وضعیت خوبی ندارد. ستاره میگوید آنگونه که در اوایل نهادهای مدافع حقوق زنان به او توجه داشتند حالا ندارند. به گفته خودش حتی در روز جهانی همبستگی زنان هم کسی خبری از وی نگرفته. او در حال حاضر با مشکلات زیاد اقتصادی روبرو می باشد. از طرفی هم به خاطر گرفتن طلاق از شوهر خود پایش به محکمه باز شده. همکارم محسن کریمی به دیدار ستاره در خانه اش رفته بود. ستاره بانویی که مورد خشونت فجی قرار گرفت. شوهرش بینی و لب او را برید. این قضیه خیلی زود رسانه‌ای شد. و دنبال این حادثه نهادهای حقوق بانوان در هرات تپ و تلاش های زیاده کردن. تا جایی که ستاره را به خاطر تداوی به خارج از کشور فرستادن. اما حالا پس از چندین ماه از این حادثه ستاره بی سرنوشت مانده. با گفته خودش ماهاست که کسی دروازه خانهش را نزده و حتی در روز همبستگی زنان جهان کسی سری به او نزده. همین نادا زن که اخذر تفتلاش دارن که ستاره جهانی شده ای تنه او تنه. اصلا تا حالی کسی به من رسیدگی نکرده، نی زنگی نی خبری. و خدا می خانم ماریا بشیر بود که ای وری بر می دوید به من کمک چیزی جمع میکرد. نهادهای مدافع حقوق بانوان در روزهای نخست که بانو ستاره مورد چنین خشونت قرار گرفت به هر دری زدند. به خاطر احقاق حقوق ستاره حتی نهادهای خارجی را نیز به تب و تلاش انداختند. اما حالا که همین نهادها دم از حقوق بانوان و خشونتها در برابر زنان میزنند بیخبر از بانو ستاره اند. ستاره میگوید با مشکلات جدی روبرو است، هر از گاهی حتی مورد تهدید شوهرش قرار میگیرد. اختار میده شوهرم مر اختار میده که میام و چاخو میبرم اور میکشم چه کار و فلان ای گفار میگه، ولی کسی نیه وزی جریان مر درک کنه و بفهمه که می زن اختار میده می میام و تخونی و بو گفتم اصلا کسی دولت نیه که از ما بپرسه. آنگونه که ستاره میگوید ابتدا خیلی به او رسیدگی میشد، اما حالا به دلیل بیتوجهی نهادهای حقوق زنان به وضعیت زندگیش دل سرد از این وضعیت شده. جدا از این روزها پایش به محکمه باز شده. تلاش میکند تا از شوهرش طلاق بگیرد. اما در این قسمت نیز کسی او را همراهی نمی کند. ما فقط به خاطر دختراخ و به خاطر آزادی خود خمام طلاق خواهش بگیرم. او هم که فعلا گوم فرریه نمی آینی فامیلی آماده نی خودی. فقط ما طلاق خواهش بگیرم تا غیبی. قضیه خشونت علیه بانو ستاره است فجی ترین قضایای خشونت سال گذشته بود. هر چند ابتدا نهادهای حقوق بانوان او را به ادامه زندگیش امیدوار ساختند، اما حالا پس از گذشت چندین ماه دیده می شود که نهادهای حقوق بانوان حتی سراغی ازش نمی گیرند.